بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وخت مو په خیر. زه سراج الدین پټانی مو تاسو ته ژور لیدونکو خبرونه ګوري. قدرمن لیدونکو، نن د افغانستان اسلامي امارات د ښځو د حجاب اړوند یو شمیر محدودیتونه وضع کړل، او په یو لیکلي مکتوب کې د اړوند مسؤلینو څخه غوښتنه کړې چې هغه ښځې چې حجاب نه مراتوي او لوڅ مخ ګرځي، د دوی کورونه دې په نښه شي، او د دوی د کور ولی یا نارینه مشر دی تنبیشی. همداراز په دویم ځل دی د یاد کورنۍ ولی یا نارینه اړوند ریاست ته احضار شي او تنبیه دی شي. په دریم ځل دی د درې ورځو لپاره حبس کړی شي، او که په څلورم ځل د دې کورنۍ ښځینهو حجاب مراعت نه کړ، نو د دې کورنۍ ولی یا نارینه دی محاکمو ته وسپارل شي تر څو خپله جزا وګوري. همداراز په دې برخه کې دا هم راغلی دي چې هغه میرمنې چې د اسلامي امارت له اړوندو ارګانونو او اداراتو سره کار کوي او اسلامي حجاب نه مراتوي، باید له دندو وشړل شي. همداراز ویل شوي دي چې د حکومتي مامورینو او منصوبینو نونه میرمنې او د کورنۍ ښځینه باید په کلکه حجاب مراعت کړي، کنه د دوی دندې او وظایف دې وځنډول شي. په ټوله کې زموږ نننی بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی، او په بحث کې راسره میلمانه دي هر یو ښاغلی عبدالهادي عدالت جو د پوهنتون استاد، او ښاغلی ډاکټر فضل من الله ممتاز د پخوانی ډیپلومات او د سیاسي او اسلامي چارو په قدرمنو میلمنو ښه راغلاست سړی مشه. تشکر عدالت جو صاحب. اگر بس از شما آغاز کنیم، خب یک سلسله محدودیت های نو بالای طبقه اوناس در افغانستان وضع شد، و موارد را که من تذکر دادم امارت اسلامی افغانستان خواسته که جدا باید مراعات شوه، و مو تعدیبات و جزاها پیش بینی شده. اساسا این مسائل چیگونه ارزیابی میکنین در جامعه افغانی؟ چقدر نیاز می رفت که چون این موارد وضع شوه یا چون این محدودیت ها وضع شوه، و چقدر فکر میکنین که در جامعه افغانی دختر خانما در افغانستان به حجاب بودن و نیاز می رفت که چون این محدودیت ها وضع می شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت دکتر صاحب عزیز، و همچنان خدمت بینندگان عزیز تلویزیون. ابتدا خدمت شما عرض کنم که اول این موضوع را به چند بخش تقسیم میکنیم. اولی که ببینیم که در شرایط کنونی آیا این اقدامات جایگاه مناسبش هست، داشت جایگاه مناسب خوده در این وضعیت کنونی، یک مسئله. مسئله دوم که آیا امی تو یک وضعیت از لحاظ تجربه در کشورهای دیگه اسلامی چگونه واکنش داشته، مثلا نتیجه چه بوده، و فکر کنم بحث دیگه است که خود این مسئله را در نفس خودش در افغانستان بررسی میکنیم که ببینیم مثلا در افغانستان چگونه قابل اجراست. ببینید، اولا خو من فکر کنم از لحاظ اولویت های یک نظام و مسئولیت های اجتماعی، من فکر کنم که اولویت های بسیار مقدمی در سر راه امارت اسلامی است که بسیار حیاتی هستند. مسئله فقر است، مسئله عدم مشروعیت است، مسئله مثلا سردرگون بودن نظام است، آیندیش است، دیگه است. بهتر است که در حال حاضر به اساس اولویت بندی باید پرداخته می شد به مسائل تشکیل نظام، به مسائل مشروعیت، به مسائل جایگاه دولت افغانستان در نظام بین الملل، تا از این طریق مثلا مسائل حیاتی مردم که فقر است و معیشت است و وضع تعلیم و تربیت است و موضوعات فرهنگی و سایر موضوعات اجتماعی است به این پرداخته می شد که مسئله حجاب که در چارچوب فرهنگ است هم جزء امی بخش می شد که بعد به او پرداخته می شد. یک مسئله. مسئله دومی که ببینید، این مسئله متاسفانه
ما خیلی از کشورها را داریم که ده ها هستند که با این مسئله دست و پنجه نرم میکنند. اما متاسفانه چون به نظر ما امور روششان، روش تطبیق، روش اجرای امی خواست مناسب نبوده و هیچگاه به مو هدف خود نرسیدن. مثلا ما در منطقه با این مسئله ایران داریم که خیلی چند ده هست درگیر است، حالا در دورتر عربستان داریم و خیلی از کشورهای دیگر داریم با این مسئله درگیر هستند. اما به باور من یا که همون چون همون روش اجرای از این همون خواستگاه از این دقیق و منطقی نیست، چون بنابراین به نتیجه نمیرسد. و این که در افغانستان ببین مسئله رو بررسی بکنیم، ببینید همون طور که عرض کردم اولویت های افغانستان خود ابتدا چیز دیگه بود که خدمت شما عرض کردم. و اما این مسئله را در نفس خودشان که در افغانستان میایم بررسی بکنیم، ببینید همون طوری که من خدمت شما عرض کردم این مسئله فرهنگی از یک مسئله ذهنی است. شما ببینید کار فرهنگی مدت زمان طولانی را در بر میگیره. مثلا اگر شما یک مسئله ایدئولوژیک فرهنگی را در زمان کوتاه و اونم با اخطار و تهدید دنبال بکنیم، بدون شک این نتیجه نمیده و روش اجرایش هم مثلا همونطوری که در جامعه تجربه شده نتیجه خوب نداده و قابل اجرا هم نیست. خب ببینید این در یک فقط باید میامد امارت اسلامی با اولویت ها، به نظام سیاسی، به معیشت، به آرامش، به مشروعیت، بعد مثلا میامد در امی چارچوب به این مسئله، در چارچوب یک عملکرد فرهنگی، یک برنامه فرهنگی، یک دراز مدت ایران روی دست میگرفت تا این نتیجه میداد. بنابراین اگر اینطوری با تهدید، با ارعاب، با شکنجه، با تحمیل، احزار، ما قطعا میگم که این نتیجه نمیده. نه تنها نتیجه نمیده که برعکس از شورش های نارضایتی اجتماعی را بیشتر میکنه. شما ببینین این مسئله یک ذهنی است. شما یک کسی را تا ذهنن آماده نکنین اون مسئله را از جبران سرش تطبیق کرده نمیتونین. بنابراین این عمل کرده متاسفانه من فکر میکنم، گرچه که من خدمت شما در ابتدا باید برس میرسندم که مردم افغانستان همه مسلمان هستن. خب هست این تخطی های در جامعه، در هر جامعه به اساس همونطوری که گفتیم که امروز دنیا دهکده شده، همه چیز مخلوط شده، همه چیز نزدیک شده، هیچ چیز از چیز از یک بخشی از خصوصیات یک ملت از ملت دیگه دور نیست. همین جهانی شدن، نزدیک شدن، همه چیز مخلوط کرده، نزدیک کرده. پس بنابراین این تو یک تخطی های هست. ما نمیگیم که باید اصلاح نشه، باید اصلاح شوه، اما به شیویش همونطوری که باید کارشناسا روی این مسئله کارشناسی میشود، کارشناسانه عمل میشود، کارشناسان جمع‌آوری میشودن با یک برنامه‌ای که میتونستیم مازی نتیجه بگیریم. تشکر عدالت جوسف. اگر اجازه باشه به دکتر صاحب برمیگردم، دوباره به شما برخواد گشتم. دکتر صاحب، شما اگر ابتدا یک مقدمه داشته باشین به ارتباط حجاب و ای که خب یک زن مسلمان، یک دختر مسلمان باید کدام قسمت های وجود خود یا بدن خود پوشش بده وقت در اجتماع قرار میگیره، امروز تاکید بریام شده که نمیفهم باید از برقه یا چادری استفاده شود و بهترین حجاب برای یک زن مسلمان مانا برقه یا چادری است، یا ای که وقت در اجتماع و بیرون مبرایه بجز از دو چشم دیگه اعضای وجودش باید معلوم نشه و همچنان روی ازی هم تاکید شده که از چه قسم رنگ باید حجاب ساخته شوه یا تکه باید چقدر زخامت داشته باشه و چه قسم باشه. روی از این مسائل اگر یک مقدمه داشته باشین باز میپردازم به سوالای دیگه خود. بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین سلام به بینندگان عزیز، خدمت شما همچنان جناب استاد بزرگوار ما عدالت جوسف. ببینید دوست عزیز، ما در تاریخ اسلام اگر مطالعه کنیم، همچنان اگر فروزی احکام که فرض گردیده، احکام فقهی
فهمیدی؟ یک مرحله داریم از مراحل در سیرت نبوی شریف، یک مرحله داریم به مرحله مکی و یک مرحله دیگه به مرحله مدنی داریم. مرحله مدنی اکثر در او زمان گرچه یک نوع تشبیه کاملا نیست، الحمدلله مردم افغانستان همیشه مسلمان هستن، نمیتونیم که کاملا تشبیه به عهد مکی کنیم، ولی با وجود سلسله مراتب و اولویت ها را که جناب استاد فرمودن بسیار مهم است در دعوت اسلامی یا در تطبیق شریعت اسلامی. همین مدت داره که پیغمبر اسلام در مکه گذاشته، حتی در یک مرحله در مدینه منوره همش مرحله تدریج دعوت اسلامی بود، دعوت بود، فرهنگ سازی بود به خاطر تطبیق شریعت. و بناهن ما قبلا تاکید کردم که آل اتو کسی پیدا نشه شاید بگوید که ما در عهد مکی نیستیم، در عهد مدنی هستیم. درست. ولی با وجود این همه هر موضوع، حتی شما ببینید که تحریم شراب که صورت گرفت، سه مرحله صورت گرفته در اونجا. این حال ببینید که به تدریج حتی بوتهایش که شکستانده می شد، حتی پیغمبر سلام امیر گفته که یا عایشه خانم خود خطاب میکنه، میگه که به خاطر دولا که فتنه ایجاد میشه به خاطر از الا ما کعبه را ویران میکردم به تهداب اصلیش ابراهیم علیه السلام به تهداب از او بنا میکردم، اینطور که سیل آمده بود تهدابش تغییر داده بود. روی از این مسائل باید اولویت ها روی صورت بگیره، همچنان یک نوع تدریج تسلسل و مراتب وجود داشته باشه در قسمت تطبیق شریعت، که مسئله ذهنیت سازی، منظور فرهنگ سازی جزی مهم دعوت اسلامی است. حتی علمای عصر آل فعلا اینا میگن که یک عالم، یک دعوتگر قبل از اینکه به دعوت آغاز کنه ضرورت است که علم روانی را، علم نفس را، اینا مطالعه افکار اینا مطالعه کنند، بخاطر از اینکه جامعه شناسی وجود داشته باشه. بخاطر چی؟ بخاطر ذهنیت سازی، زمینه سازی، فرهنگ سازی، بخاطر تطبیق شریعت. اما در قسمت موضوع فرضیت حجاب بلا شک در همه مذاهب، همچنان در قسمت همه امامای مذاهب، همه شان متفق هستن که فرض حجاب فرض است. بله، ولی اما چگونه حجاب؟ من به خدمت شما عرض کنم میربونی. اگر یادتان باشه یک بارم نه کت خودت از امی میزمن ده بار گفتم براتون که مشکل است که در افغانستان یک نوع افراط و تفریط وجود داره، یکی حجاب شریعت و حجاب سیما سمر است در اون زمان اگر یادتان باشه، یکی دیگه گفتم از طالبان. اصل موضوع همی از دکتر صاحب با معذرت که من دوباره گپایتان میگیرم، ولی یک بار یک نظام میگه خب خانمای بسیار مهم یا به اصطلاح در کرسی های بسیار مهم گماشته شده، میبینیم که چادر بر سر نداره، درست؟ یا در رسانه ها میبینیم که دخترها به نام خانما و دخترها به نام دخترها و خانمای افغان رقص و پایکوبی دارن که فکر میکنم که کمتر از امو کسایی که در بالای استیج غرب و امریکا و اروپا میرقصن از اونا کم، اگر زیادتر نباشه کمتر نیست. ولی یک بار باز یک نظام میه که خب امو حجاب اسلامی که من فکر میکنم کفایت کنه، امو هم برش قابل قبول نیست و کاملا خانم هم میخواید در یک قفس برده. حال بامی افراد تفرید امی طبقه و ناس افغانستان چگونه خود بسازه، چگونه خود آراسته بسازه، چگونه تعامل داشته باشه؟ یک بار افراط به او اندازه، یک بار تفریط به این اندازه، یعنی چی؟ بسیار معذرت میخوام، ما چنانچه شما از امو طبیعت ما آگاه هستین که ما یک سلسله کلمات ثقیل و روغ راست استعمال میکنم در مصاحبه خود، به ادبیات نمیرم. مشکل در اینجا کجاست که مردم افغانستان به این عادت کردن که اینا میگن یک الفاظ است بین ما، در مثلا میگن مردم افغانستان سوت مسلمان است. درسته سوت مسلمان است.
در اینجا تمامی اهدافی که فعلا تحقق یافته توسط تحریک طالبان تا به حال بس اساس زور و تفنگ یه از نگاه روانی در هر مسائل ظاهر میشه، حتی در مسائل احکام. ما جا کاملا متفق هستم از نگاه شرعی، از نگاه اسلامی، از نگاه احکام که با استاد موافق هستم. موافق این هستم که اولویت هاست بر هر چیز، فرهنگ سازی است برای اول در نیاز است که ما در این جامعه از دعوت کار بگیریم، تبلیغ کنیم، فرهنگ سازی کنیم، ذهنیت سازی کنیم تا مردم آماده همچون مسائل از نگاه اعتقادیشان و قناعت خودشان نه که توسط تفنگ و سوته بر از اینا تحمیل کنیم. چرا از مدت وقت تأسیس افغانستان، ایجاد افغانستان تا به حال میبینیم که موضوع حجاب یک موضوع خیلی زیاد جنجالی کشمکش ها میباشه بین حکومت و بین عامه مردم. خب شما گفتیم که مردم افغانستان بچم چی رقمی مسلمان هستن. سبب اصلی از این است که هر پدیده‌ای که در افغانستان بر ما وارد میشه یا صادر میشه یا بر ما فتح میشه، این پدیده از طرف حکومت تحمیل میشه. اگر دموکراسی هم است، دموکراسی تحمیل شدگی بود. خودتان خبر داری که ما گفتم که این بارها گفتم که دموکراسی چون تحمیلی است، چون صادراتی از بیرون بر ما صادر شده، از بیرون صادر شده بر اساس قناعت‌های خود مردم نیست، لذا ای پایدار نمی باشد. اگر پایدار می بود، واقعا در افغانستان یک مبارزه شعوری وجود می داشت، آیا ممکن بود که امارت اسلامی افغانستان به یک فرمان مکاتب دختران را بسته کنه؟ آیا شما تصور ندارید که در خانه و در هر خانه افغانی یک دختر وجود داره؟ تصور دارید؟ بله، شاید بیشتر داره؟ بله. پس شما فکر کنین که در یک کشوری که در این فرمان یا این تعلیق یا بسته شدن مکاتب که افغانستان شمول باشه، خانه شمول بلا بلا استثناء، ولی میبینه که کوچکترین حرکت وجود نمیداشته باشه در قبال از این قضیه. نه، من یک انسان ساده ها که از اینجا ایجاد شده، شما ببینید این شعوری نیست. یک دو کارشناس اینجا از اینجا از اینجا آمدن بخاطر وام و استحیا به حیا از ترس نتونستن که درست صحبت کنن، نه از منطق شرعی، نه از منطق عقلی، نه از منطق عصری اینا صحبت کنن. این کلانترین مصیبت است که ایش مردم گوسفندی است. یک دوم دیگه است که این مردم سوت مسلمان هستن، سوت مسلمان است و حکام این موضوع را درست درک کردن. اگر دموکراسی را هم بر افغانستان میارن که پیاده بکنن، تطبیق کنن، تحمیل میکنن به زور، تحمیل میکنن. اگر میخوان شریعت هم تطبیق کنن، میخوان توسط تفنگ تطبیق کنن. ما برای امر به معروف نهی عن منکر برشان میگم که شما لطفاً شما مراحل و مرحله تطبیق شریعت شما بین عهد مکی را مطالعه کنین، عهد مدنی را مطالعه کنین، سیرت خلفای راشدین همچنین که یه مدت ها سال های است که اونا به فرهنگ سازی کردن. اما فیلحال ما کاملا به یه تن ثابت است، حجاب برای به هر زن مسلمان کاملا فرض است. مسئولیت یک جامعه از فتنه مسئله حجاب است، درست است، حجاب است. اما مسئله که شما فکر میکنید در قسمت چادری و غیر چادری گفت، من از نظر ما که یک کم شاگرد دینم هستم، همچنان در قسمت جامعه شناسی هم تخصص دارم، همچنان در قسمت مطالعه افکار هم تخصص دارم. ببینید شما، ببینید در قسمت هم بدترین حجاب چادری امروز است. ما بتون جذب کنم، شاید این موضوع رو بسیار تصور کنم. حتی من بارها پیشنهاد داشتم که یک دیزاین جدیدی رو به چادری من ایجاد کنم. به خاطر اینکه وقت شما همین چادری رو که میبینین، طفل از خانم که طفل می داشته باشه طبیعی است، همین خانم میخواد که به دست خود میگیره، در کجا میگیره؟ در کجا میگیره؟ زیر چادری میگیره یا بیرون چادری میگیره؟ درست است؟ زیر چادری اگر میگیره تا گردن خانم ظاهر میشه. دیدین شما؟ بل. اگر در موتر بالا میشه، دست خود بالا میکنه، تا کجا رو معلوم میشه؟ درست است یا نه؟ اگر چادری خود در کدوم جای بالا میکنه، مثل اینکه عکس داخل از موچی مونده باشی،
چوکات عکس مونده باشه بسیار از اصلیت داره بسیار مفشن زیبا معلوم میشه فتنه ایجاد میکنه درست است دیزاین چادری باید تغییر بخوره مثلا یعنی امی حجاب چی مشکل داره دکتر صاحب مثلا امی حجاب که نمیفهم بعضها عربی میدانه امی حجاب سیاه اگر استفاده شوه که استفاده میشه کفایت میکنه از لحاظ دین مسئله در اینجا است که نوعیت حجاب در حتی به فرهنگ ها ارتباط داره خب. مثل از اینکه چادری در افغانستان است مثل از اینکه حجاب در سعودی است مثلا در ایران است حجاب مسئله سطر است سطر کجا سطر رویان باید پوشیده شده باشه سطر تمامی جسم است که در او حجم جسم ظاهر نشود قصه حقیقت علت در مسئله ظاهر شدن مسئله فتنه انگیزی است درست است موضوع روی که میگین که آیا روی عورت است یا نیست این یک مسئله اختلافی خیلی زیاد بزرگ است در بین فقها و ائمه اربعه حتی اهل تشیع تا به حال این مسئله روی که حجاب عورت است یا نیست تا به حال مسئله بین مذاهب حل فصل نشده تماما نشده یک مسئله اختلافی خیلی زیاد بزرگ است در بین فقها و طبعا سبب اختلاف در قسمت تعدد نصوص است هر کس از خود دلائل معتبری از نصوص داره هر کس تفسیری از نصوص قرآن کریم و احادیث نبی صلی الله علیه و سلم دارن در اینجا شما ببینید مذهب جعفری که است اینا روی عورت نمیبینن مذهب مالکی و مذهب شافعی اینا عورت نمیبینن مذهب حنابله همین به اجماع اونا عورت میبینن مذهب حنفی همچنان در بین امام ابو حنیفه همچنان در بین شاگردانشان اختلاف است سر این مسائل درست است ولی ما بیشتر مسائل اگر شما ببینید در قسمت عورت و حجاب اگر شما صحبت میکنید بحث کنیم آیا مورتون یک سوال میکنم نه در قسمت خانوما در مورد این برمیگرده به موضوع روان اجتماعی مفکوری روانی جامعه برمیگرده فرهنگ به من تشکر حال شما یک فکر کنم بسیار مختصر است وقتی که گفته که عورت مرد از کجاست از زانو بالاست درست است اگر تو امروز در سرک های افغانستان جاده افغانستان در ادارات دولتی افغانستان شما توسط پتلون برین چی خواهد برتان گفت مسئله عورت درست است یعنی؟ بله اگر شما بپوشید تا زانو را یک پتلون بپوشید تا زانو پایین بوده باشه شاید در مقابلتون چی عکس العمل نشان بتن اینجا مسئله برمیگرده بعد به اصلا به مفکوری روانی جامعه بسیار تشکر دکتر صاحب بعد الانات متاسفانه بعد الانات به جزء شریعت اسلامی ساختن جزء تشکر اسلامی ساختن. سلامت باشین دکتر صاحب با شما برخواد گشتیم قدرمن لیدون کو ترلگزند هروست بیا هم خرق است عدالت جوسپ خب با این وضع محدودیت ها چقدر فکر میکنین که طبقه اوناس در افغانستان از بعض مشاغل یا فعالیت های اجتماعی محروم ساخته شوه مثلا ما داریم هنوز در مطبوعات خانم ها صحبت میکنه در بخش های گوناگون از سیاست گرفته تا اجتماع تا مسائل دینی و فرهنگی ما گویندای اوناسیه را داریم در تلویزیون ها و رسانه های دیگه اجتماعی یا که ظاهراً ظاهر یا رویشان ظاهر میشه و مردم میبینشان فکر نمیکنین با این وضع محدودیت ها طبقه اوناس بیشتر از فعلا دگام محروم شود؟ ببینید همونطوری که من خدمت شما عرض کردم پیشتر این مسئله یک مسئله ذهنی است مدت زمان زیادی را در بر میگیره لازم است کار داره و روش خودش کار داره که روش نرم و تعلیمی و تربیتی است با اقناع است نه با تهدید ببینید من یک مثال خدمت شما عرض کنم که امی متاسفانه بعضی خب اینجا برش مراحل کتگوری شده عرض میکنم خدمت عرض میکنم امی مثلا یک تعداد از خواهرای ما
یک شلوار های میپوشن که بسیار چسب است. فکر میکنی که امی خود بدنشان رنگ کردی، بسیار چسب. خب من برای شما مثال میدم، اگر پیش از و قول دکتر سی پیش از حاکمیت دموکراسی امی لباس اگر بر امی خانم میدادی با والله اگر میپوشید، یعنی اگر در دار هم میکشیدیش که در دار میگفتی یا امیر بپوش برای بیرون یا دار میزدن علقه دار به گردن نندازم، امیر نمیپوشید. اما با کار فرهنگی 20 ساله همی خانم امروز بله همی بی زمان کار دارن، زمان فرهنگی یک فعالیت فرهنگی دراز مدت طولانی مدت اقناع اصلا ببین الگو برداری از طریق الگو و و خیلی چیزا ببین ابعاد مختلفی داره، ببین الگو سازی و افتخارات و ارزش به ارزش تبدیل کردن ای خو اینی همه کل اینی را آمدن مثلا الگو برداری کردن، الگو سازی کردن، ای را به افتخار تبدیل کردن، ای را به الگو تبدیل کردن، بالاخره این خانم هم پذیرفت آمده امیر میپوشه که متاسفانه جای شرم است. ببین این نشان میده که همتون ثابت کننده ای است که این کار زمان زیادی در بر میگیره و به شکل نرمش هم است، تعلیمی و تربیتی نه، به شکل خشونت آمیزش و هیچ نتیجه هم نمیده. دومی که آمدیم به جواب سوال شما که نوع حجاب که همین چادری است که بیشتر دکتر صاحبم به ابعادش پرداختن و جزئیاتش که چگونه مشکلی را در جامعه ایجاد میکنه و واقعا هم همینطور است. مثلا ما امروز ببین یک مسئله دکتر صاحب بدون شک در این مسئله بسیار وارد هستند، مسئله اجتهاد و سازگاری. و مثلا ما اگر اسلام نیاییم با حفظ او محکماتش با شرایط زمان سازگارش نکنیم و نظر به پیشرفت زمان، همی که شما مثلا دیروز مثال دکتر صاحب فرمودن دیروز موتر نبود بل. یک کسی در موتر بالا نمیشد که دست خود بالا کنه، خیلی از مسائل اداره نبود، کامپیوتر نبود، میز نبود، کار برای زنها نبود. اما مثلا ببین امروز همه تو خلاصه همه ابعاد زندگی امروز با زندگی 1400 سال پیش فرق کرده بل. پس او الگو امروز قابل تطبیق به هیچ وجه نیست و نمیتونه باشه. و مسئله دیگه که متاسفانه که خیلی از خب سوال کسار... من بود عدالت جوسف که وضع این محدودیت ها طبقه و ناس ها دیگه هم از فعالیت های اجتماعی و شغلی محروم خواهد ساخت؟ بدون شک شما ببینید امی گفتم اجالتان خب با این شکل کسی نمیپذیره، ای با واکنش های بسیار منفی را در قبال خواهد داشت و هیچگاه ای به این شکل قابل اجرا نیست. این شورش های اجتماعی را نارضایت اجتماعی را به بار میاره. ما امروز وضعیت در چه حالت هستیم؟ ببین من عرض کردم خدمت شما که به اساس اولویت بندی ها امروز مردم از گرسنگی میمیره. از میپردازید به این موارد چی حاله. باعث میشه که امارت اسلامی افغانستان محدودیت هایی را یکی پس دیگه وضع میکنه در جامعه افغانی، بخصوص در قبال خانما؟ ابتدا دخترای بالاتر از صنف 6 از درس و تعلیم و تحصیل محروم میشه و بعدش هم محدودیت های حجاب وضع میشه. یعنی دلیل چی است؟ فکر میکنین که تمامیش برگرفته شده از دین مقدس اسلام است؟ اسلام همین چیز بر ما میگه یا ای که من میگم خدمت رو ببین کوتاه عرض میکنم. حوزه نظامی شرایط و اقتضاعات و وضعیت خودش میطلبه و داره، حوزه سیاست هم مجزا از حوزه نظامی، یک چیز خواستهای خودش داره، شرایط خودش داره. متاسفانه یکی ما به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه همی تا امروز دیگه هیچ گروهی نیست که در افغانستان خودش نشان نداده باشه، نقاب از چیرش برداشته نشده باشه. متاسفانه دیگه آخرین گروه بود که آمد برملا شد. متاسفانه ما به این نتیجه رسیدیم که امارت اسلامی از عمو روحی نظامی کار میگیره، در حوزه سیاست، در حوزه جامعه هیچ تجربه‌ای نداره، حتی به ارزش هم به این موضوعات اجتماعی فرهنگی قائل نیست. همو با روحی نظامی، با روحی تهدید، با روحی اجبار که میشه نمیشه اینه بپذیرین و حتی
ملاحظات منطقی و بین المللی را نداره که آیا امی گپی که ما میگیم امی قابل اجرا است، برایند از این چی است، انعکاس از این چی است، هیچ گونه مطالعه نداره. اما چرا باید که... قابل اجرا نباشه؟ قسمی که دکتر صاحب قبلا فرمودن که خب جامعه گوسفندی که ما داریم هر چیزی که وضع شده یا گفته شده عملی شده، کسی هم حساسیت و یا واکنش را نشان نداده بجز از چهار نفر سیاستمدار یا اهل کسی که بالاخره یک چهار کلمه بر گفتن داره. و ما فکر میکنم به شمول شما ده ها مشکل، خطر و تهدید را به جان میخرین و میایین صحبت میکنین بر مردم، ولی اینجا قسمت دکتر صاحب گفت که هیچ فامیل نخواد در این کشور باشه که یکی دو دختر و سه دخترش به مکتب نره. عالمی 30-40 میلیون مردم، چرا حداقل یک 5 میلیونش نبرامد پرسان نکد که چرا؟ در کجا خدا گفته که من است، یا در کجا پیامبرش گفته، یا کدام قانون اسلامی اینجا صراحت داره که گفته باشه که دختر بالاتر از صنف 6 نمیتونه به مکتب بره؟ و دلیل موجه هم پیشکش نشد به مردم افغانستان. امی عمل خودم نتونست امارت اسلامی افغانستان توجیه کند، درست؟ مگر امی مردم افغانستان تا بال نپذیرفته؟ فکر نمیکنین که بیشتر و بالاتر از این محدودیت ها هم سر از این ملت قابل اجراست؟ ببینید، اول آخه من خدمت شما عرض میکنم که متاسفانه مردم افغانستان مردم مظلومی هستند. ببینید به اساس چرا؟ به اساس چی؟ شما بیشتر واقف هستین که امی فرهنگ سازی، امی کنترل جامعه، امی تمدن سازی اصلا مسئولیت کی از نظام هاست یا کس دیگه؟ ببینید تمام اینمی در بحث گذشته در این مورد اشاره داشتیم که تمام این مسئولیت های جامعه را نظام ها داره. متاسفانه نظام ها همه فروخته شده و ساخته و باخته شده بر بیگانه ها هستند و این نظام ها به اساس اونمو نبز منافع اونا ساخته و پرداخته میشن، میان بر مردم افغانستان حاکم میشن و نه به اساس اقتضاعات فرهنگ افغانستان، جامعه افغانستان، منافع ملی و و و و. حالا این برنامه ها برگرفته شده از کدام کشور، از کدام ملت؟ حالا مثال شما داریم؟ امید عرض میکنم، ببینید اگر اجازه بدید. ببینید اولا ما گفتیم که اینمی ای چیز مطالعه ناشده است، یعنی کارشناسی ناشده است، مطالعه ناشده است، نسنجیده شده است، حدودش مشخص ناشده است. شما ببینید ابهام وجود داره. از طرف دیگه گفتم که همونطوری که دکتر صاحب هم اشاره کردن این مسئله بیشتر تحت تاثیر مسائل انعنات است نه اسلام. انعنات بیشتر از اسلام، بیشتر دکتر صاحب اشاره کردن که مثلا حجاب مرد تا زانوش است. اگر امروز ما با یک شلوار تا زانو بریم چه اتفاق میفته؟ من میگم تا بیشتر نخواد کس جرات کنه که مثالش میگم اول اسلام هم میگه، اسلام هم میگه که مشکلی نداره، اسلام با این مسئله مشکلی نداره، اما انعنه مشکل داره. انعنه میگه تو کار نکن. ببین ما اگر امروز این سیته که پوشیدیم با این بلوز مشکلی نیست، ما اجاب هستم چیزی بلد. ولی گفته میشه مثلا همین ادارات که شما باید کلاه بپوشین، شما باید لنگی سر کنین، شما باید پیران تنبان بپوشین. ببین بیشتر اینجا همه متاسفانه گروه هایی هستن که همیشه واقعیت اینمی است که در افغانستان در طول تاریخ جنگ قدرت بوده، منافع بیگانه ها بوده، اینا آمدن میان بدون ملاحظات که از افغانستان داشته باشن. بیگانه ها از این حجاب ما چی میخواید که ما با برقع برای خانمای ما یا با حجاب برای بیگانه ها؟ ببینید نظم اجتماعی رو به هم میزنن، اخلال اجتماعی ایجاد میکنن و اصطلاح عامیانه و آب آلوده میکنن، مایی خود میگیرن. این بیگانه ها هیچگاه طرفدار از این نیستن که در افغانستان همون طوری که همسایه ما میگه که یا تمدن ندارن یا طرفدار تعلیم نیستن و همون طور هم مثلا ببین این منافع و هیچگاه طرفدار از این نیستن که افغانستان صاحب تمدن شود، صاحب دولت شود، صاحب نظام شود و که همون تو در گذشته بوده که اینا در مقابلشان احساس حقارت کنه. تشکر عدالت جو سب، اگر فرصت باقی بان به شما برخواد گشتم. دکتر سب، مگر نظام های اسلامی در قبال ملت و مردم خود فقط امین مسئولیت داره که چگونه باید لباس بپوشی، باید کلاه سر کنی، باید نمیفهم
چه قسم را بگردی و حجابت باید چه قسم باشه یا مسئولیت های دیگه هم داره در قبال مردم و ملت خود؟ حالا اگر مراجعه کنیم بر صدر اسلام، فکر نمی کنین بر کسایی که در صدر اسلام زعامت بر عهده داشتن، بر از اونا چیزهای دیگه هم زیاد مهم بود، اولویت داشت و در فکر از او مشکلات مردم خود بودن، چرا مگر به مسائل دیگه پرداخته نمیشه؟ فکر اینجا خلل عقلانیت سیاسی، فرهنگی، شرعی، نظامی در جامعه وجود داره، در عقلیت خودی افغانیت افغان ها خلل وجود داره. از کجا براتون بگم؟ بسیار اجازه بدین خوب سوال متوجه ساختیم. ما از آیات قرآن کریم انا لله و انا الیه راجعون فقط امیر گرفتن دایرکت میریم به مرده، درست است یا نه؟ بدون از اینکه درک کنن که مفهوم از این آیات چیست، چیست مفهوم مخالفش چیست، اینم درک نمیکنن. من میگم که این میگه، علما هم میگه، اگر از قرآن کریم، همه قرآن کریم نازل نمیشد، این می آیت نازل میشد تنها برای امت محمد کافی بود. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداوند هستیم، آغاز شدیم، آغاز کردیم، به طرف خداوند میریم. ضرورت است که در این مسافه که است برای رفتن یک آمادگی داشته باشیم، ضرورت است که به اوامر خداوند تن بدهیم. درست است؟ ما به دنیا به گریه آمدیم، به گریه پس میریم. آغاز ما به گریه است، خاتمه ما به گریه است. درست است؟ حیات طعم تلخ مرگ میچشیم بالاخره. به ضرورت در این مسافه زمانی که وجود داره آمادگی داشته باشیم. تبیت شریعت است. همه مسائل در قرآن کریم وجود نداره. مزایات دیگه آمده که در حدیث پیغمبر علیه السلام است. و تفاسیری که وجود داره از حدیث و از تفسیر از قرآن کریم وجود داره. طبعا علما است و فقها هست و اونا سر علما راسخین است و راسخون است که اونا میدانن، درک میکنن. دیگه کسا باید به موضوع دخالت نکنه. موضوع دیگه که بسیار ما مشکلت خلل در عقلیت ماست، در فهم ماست، این است که مسئله امنیت است. امنیتی که در قرآن آمده، در شرع آمده، در حدیث آمده، و مثلا امنیت، اولین امنیتی که آمده اولا میگه از خوف. وقتی کلمه امنیت در افغانستان اطلاق میشه، فقط موضوع ما به کلشنکوف میره، به انفجار و انتحار، انفجار و انتحار میره. درست است نه؟ دزدی میره دیگه. مثلا از امنیت دیگه مفهوم ما از امنیت نداریم. امنیت اقتصادی است، امنیت روانی است، امنیت فرهنگی است، امنیت سیاسی است، امنیت اجتماعی است، امنیت غذایی است، امنیت طفولیت است، امنیت خانم ها است. امنیت خانم ها فرق داره از امنیت مردها، فرق داره از زمان اجتماعی، از نگاه اسلامی. صدها نصوصی وجود داره در قسمت مثلا امنیتی که خاص به خاطر خانم هاست، امنیتی که به مردها است، امنیتی که به طفل هاست، امنیتی که به سپیده هاست، امنیتی که به خانم های کهنسال است. ما مشکل است که ما در قسمت خود کلمه فهم نداریم از موضوع امنیت. اینا لی در مرک خدمت شما قبل عرض کردم که جناب بزرگوار ما مشکل ما که در افراط و تفریط واقع هستیم. در امو زمانش که باید دیگران حالی نگویند که در کدام موقف قرار داره، در امو زمان شما شاهد هستیم، یک بار نیست صد بار شما شاهد هستیم که ما گفتم که این حالتی که روان است، این شریعتی را که استماس عمر تطبیق میکنه برای افغانستان، انعکاسات باز بار میاره که با در مقابلش باز طالب میاره. و اون وقت بهتون گفتم که بله، از این حال شما آماده باشین چادری خود درست کنین. درست از گفته بودم بهتون، یعنی گفتم حجابتون درست کنین، شما آماده بوده باشین، به خاطر اینکه فردا نگویه که شما سوت مسلمان هستین. و فعلا افراد جناب استاد مثل که فرمودن، آیا شما می برجیس را که دیده بودین شما 25 سال قبل از این اطلاع داشتین نداشتین؟ هرگز. و فرهنگ سازی کردن برای برجست اما تاجری ها و مافیا و جهت های دیگه دارن. صدها مؤسسات وجود داشته در قسمت برهنگی ابتذال در جامعه. آیا شما میره خود با شما واضح در اون زمان گفتم، آیا شما نبودید چقدر بیتفاوتی در قسمت موضوعی که بود که فحشا در ارگ ریاست جمهوری بود که بس کردین بارها؟ بله. شما بس کردین و از خاطر این تهدید هم شدین در روز اول. بله. و منتشام دیدین شما خودتان هم مشکلات را دیدین. دیدین شما هم دیدین که با مشکل کجا شدین، بعد زندان رفتم. در ریاست جمهوری
ناموس مردم در امن نبود. درست است یعنی در فدراسیون فوتبال در امن نبود، در پانتون در امن نبود. یکی از کسا مرا در زمانش، یکی از کسا مرا واسطه کرد، گفت که شما برید. دخترم سه مرتبه شده که رئیس فاکولتی طب در پانتون کابل ناکام می‌سازه. اون دو اونجا برید که شما اگر این دفعه ناکام شوه، دختر ما ناکام شوه، اخراج میشه از پانتون کابل. وقتی که ما رفتم به دختر ارتباط گرفتم که مرا فاکولته نشان بده، او گفت که کاکا جان یک بار من میخوام که خود 5 دقیقه صحبت داشته باشم. بفرمایید. گفت که من نمیتونم این راز برای پدر خود بگم که مرا مانع پانتون ما میشه، مانع پانتون ما میشه، یا مشکل قتل و قتال ایجاد میشه. دو سال است مکمل که رئیس فاکولته طب آن به ما تقاضای نامشروع داره، در غیر از اون میگه تو ناکام نمیشون، ولی اگر من پیش مکام ناکام شدی. وقتی که زمانی که ما پیش رئیس فاکولتی طب رفتم، السلام علیکم دکتر مهربان، شما خوب هستید؟ خوب چون که شما رو دیدم چطور مفتی سبیلی تو یک مشکل است. گوشتا تلفن میکنین، شما چرا تشریف آوردین؟ چرا به زحمت خود کشیدین؟ خو دختر خواست، او دختر خدا تو را بشرمانه، چرا دست نمیخواین با دکتر سبیلی زحمت میکنید؟ فکر شما شد با اون حالتم که در فدراسیون فوتبال بود، درست است که شما دیدین افتضاح. در همون زمانی که پانتون امریکایی حقوقش تحقیق تحقیق کرده بودن، 64% خانمایی که در ادارات دولتی کار میکنن مورد تعرض جنسی قرار میگیرن. این مشکل فرهنگی ماست، نه مشکل تنها نظام است، مسئله فرهنگی ماست. اگر ما زمینه سازی با موضوع فرهنگ سازی نکنیم، هر نظامی که توسط تفنگ و توسط زور و توسط هر قسمی که بی‌پنجاه‌ودو بیاد، باز هم تحولات به وجود میاد. مشکل ما در جامعه به واسه چنین محدودیت ها فکر میکنین که این مشکلات مرفوع شوه یا از بین بره و یا کس آزار و اذیت نشه یا این راه حل باشه؟ دوست عزیز ما، من یک خدمت شما یک موضوع عرض کنم. همه تان خانم دارن یا نه؟ بله. همه مردم افغانستان مادر دارن یا ندارن؟ بله. آیا در طول ازمی مدتی که چند سال هستی، در این مدتی که هستی استاد، استادم پرسان میکنم، آیا شما استاد کسی رو دیدن که مادر پیری خدا شانده باشه، مادر خدا گردن خدا پیش خدا و رسول خلاص کنه، یک بار از پیش از اون پرسان که نماز تا میدونی یا نمیدونی؟ از پیش یک شاید نماز... به ندرت کدام فامیل اگر این کار کرده باشه، بله کار کرده باشه. امی کسا رو فیلن داری وقتی زمانی که تو فیل حال مادر جاهل باشه در خانه، نماز یاد نداشته باشه که رکن ارکان اسلام است، بل ستون فقرات دین است. وقتی نماز یاد نداشته باشن، شما چی تقاضا میکنید؟ در مسائل دیگر از مردم شما تقاضا میکنید، بس میکنید. درست است، یعنی یک مسئله اساسی. ما فعلا حقیقتا والله ما در مرحله مکی قرار داریم، یعنی حقیقتا در مرحله مکی. هر پدیده که در جامعه ما صادر میشه توسط چی میه؟ توسط سوته میه، توسط تفنگ میه. در اونجا حتما این پدیده ها در خدمت سیاست، در خدمت تفنگ، در خدمت توظیف میشه، یا تفنگ در خدمت توظیف میشه. این نیست که عقلانیت قناعت توظیفه. خب ملت... دکتر صاحب بر بگردم دوباره به سوال خود. فکر میکنین این مسائل باید اولویت داشته باشه و اقدر سخت گیرانه تطبیق شوه و مد نظر گرفته شوه، یا داریم ما مشکلات بسیار بزرگ دیگه را که باید به اونا پرداخته شوه؟ حالا با توجه به جامعه افغانی، من فکر میکنم که هیچ خانواده مسلمان افغان طرفدار از این نخواد باشه که فامیلش به حجاب باشه یا دخترش به حجاب به بیرون برایه. خب بعض پروژه ها یا مشکلات در گذشته ها شاید بوده باشه، یا بعض از دختر خانم ها شاید بوده باشه که امی کارا را به پروژه می گرفتن و از بیرون می آمدن و در جامعه افغانی امی گپا و بی حیایی ها را ترویج می کردن. اما حالا دختر افغان چی گناه داره که باید به مکتب مانده نشه، باید به پانتون مانده نشه، باید به وظیفه مانده نشه و از خانه که مبره باید برقه به سر کنه؟ به سر خوب فرمیدین، اینجا گوهید. ما بایدتان بگیم اگر امارت اسلامی افغانستان واقعا تطبیق حجاب و تطبیق شریعت میخواید، فرهنگسازی میکنه به خاطر شرع تطبیق میکنه، مدخل تطبیق شریعت خدا رسول بنده هاش همش میگه که علم است. بله. بدون علم نتوان خدا را شناخت. بله. بدون علم نتوان که پیشرفت کرد. اگر شما میخواین که شریعت تطبیق کنین، حجاب تطبیق کنین، به معنای اصلیش که مردم از بخاطر زور حجاب نکنن،
دین به خاطر زور قبول نکنن، شریعت به خاطر زور تطبیق نکنن، بهترین از به طریق قناعت خودشان تطبیق کنن، خودشان دعوت در شوند، خودشان عضو امر به معروف نهی منکر شوند. ضرورت است که شما مدارس و مکاتب باز کنین. یک موضوع موضوع تنهایی نیست که ما از این کار از این ریاست امر به معروف، وزارت امر به معروف، امارت استعزی اقدامشان ما استقبال میکنم. البته شما خوب خبر دارین از دیگرا کرده، خوب درست خبر دارین که ممتاز یکی از کسایی بوده که به خاطر از این تطبیق شریعت و موضوع حجاب و موضوع دیگه مشکلات ها رو دیده، زندان را تیر کرده، برکناره را تیر کرده، مظلومیت ها را تیر کرده، درست محروم بوده به خاطر این. ولی تنها مسئله اخلاص و امر فایده نمیکنه. این ضرور نیست که یک کسی را بگویید که برو نماز بخوان. اول او را برو نماز یاد بده. بله. اول فرهنگ سازی کو، اول برش مسجد جور کو، از حکمت نماز برش بگو. بله. مسئله حکمت شما میگین که چیز آیت قرآن کریم چی میگه؟ اونی ادعو الى سبیل ربک بالحکمه ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي الاحسن. لیکن آیت قرآن کریم به این صراحت میگه که وقت شما دعوت میکنین به حکمت دعوت کنین، به تدریج دعوت کنین، به تعاطف حکمت کنین دعوت کنین، به عقلانیت دعوت کنین، به سلسله مراتب اولویت ها را پیش خود بگذارین. مثلا از قبل از حجاب تصحیح عقیده مهم است. بسیار زیاد تشکر. عدالت جوز فقط یک دقیقه فرصت داریم، پیشنهاد شما چیز پیرامون بس ما؟ دقت کنید، من یک پیشنهاد دارم به امارت اسلامی. ببینید امی هر عمل درجه قباحت داره. بحث حجاب، آیا حجاب به معلوم شدن یا ای بسیار قباحت داره، یا ای که ناموس افغانستان امروز به امریکا و اروپا از گیر این نظام فرار میکنه، کدامش مهم است؟ با خدا امروز $30,000 مردم میته که فرار کنه از اینجا. ببین ما امروز، ببین بازم تکرار میکنم، اولویت بندی باید شوه. امروز همونطور یک دکتر صاحب گفتن، ببین امنیت های مختلف و جانی و مالی و غذایی و حیثیتی و آبرو، اینیا مهم است. امروز مردم در دریا غرق میشه، امروز ما در از ایران از اینجا تا اروپا و ایران به حیثیت میتیم، زیر پای مردم لگدمال میشیم، این مهم است یا این که اینجا یک قانون معلوم میشه؟ ببینید اونجا، ببین ما امروز ناموس ما از این تا کجا لیلام است، در خطر است، در مورد در روز هر رقم آدم قرار داره. واقعا این مهم است یا این حجاب، کدامش قباحتش بیشتر است؟ پس بنابراین باید امارت اسلامی اولویت بندی کنه، به نظام بپردازه، مشکل مشروعیت حل کنه، مشکل احتیاجات مردم حل کنه، مشکل حیثیتی حل کنه، به این سرزمین حیثیت جور کنه بسازه، به مردمش حیثیت. امروز افغان به والله که پیش تمام دنیا حتی همی همسایه از حیوان پستر است. دیر زیاد مننه. باید اینی اولویت بندی شه و امروز این جزئیات به جزئیات پرداختن ای از سر نادانی است. دیر زیاد مننه. خغلی عبدالهادی جودی پانتون استاد او، خغلی دکتر فضل من الله ممتاز بخوانی دیپلمات او دی سیاسی و اسلامی چارو پو چیز مونگ بلنه مو منلو پو باسکم را سر ورنده وقصر. قدر من لیدون کو دی تسلیم التی هم نڑی مننه، تربیان پو پاک اللہ سپارو خیچاری.